دیگه 21 بهمن، یعنی من فکر میکنم که دیگه بهمن ماه من اکثرا خونه نبودم دیگه. یادمه که ما از سمت نیروهوایی بودیم، چقدر اونجا هم چیم کردیم، حالا ما پرستاریم که هر کاری که از دستمون برمی اومد، تا دیگه گفتن که رفتیم سمت چی نیرو میخواستن، گفتن به این سمت دانشکده پلیس، ما رفتیم اونجا. اونجا خیلی زودم افتاد دست بچه های انقلابی، بودن هر کی هر چقدر میتونه اسلحه برداره که تو راه بدیم به بچه هایی که سنگربندی شده. من یادمه که ببین من اصلا اسلحه نمیشناختم. ببین مثلا به فشنگ و اینا گفتم تیر، دو تا برنو، سه تا جسه برداشتم. بعد اومدیم بریم به دوستم گفتم او این تیرم میخواد. بعد دوستم رفتم قشنگ مشمش برم داشتم میریختم، من رفتم گفتم که نه بسو یه کار آنچه من رفتم دیم یه قطار فشنگه خیلی هم سنگی بود، یعنی فکر کن من این اسلحه ها رو سه تا چه انداختم این و جست سنگین ها رو این طرف هم برنار این و بعد این قطار فشنگ رو دو دور دور کمرم پیچیدم، یه دور انداختم دور کتفم اینطور اردم، بعد چادرم روی اینا بستم. بعد یه موقعی فکر میکنم که شاید از وزن اون موقع خودم بعضی اینا بیشتر بود. اگه بهتون میگم من تو یه جایی گیر افتادیم و ما مجبور شدیم از یه پشتمون پریدیم به پشتمون دیگه و اصلا چقدر فاصله بود؟ فکر میکنم یک متر و نیم. بعد بچه ها پسر ها پریدن، دخترم پریدن، یکی دیگه بعد من بود، گاردی ها آمدن کوچه برم، من هول شدم قبل از اینکه بیافتم تو پشت، تو پشت بوم بعدی افتادم، یعنی در واقع بیرون افتادم. فقط تو ثانیه بچه ها دست منو گرفتن بل زمین هم. خب من بعد دستم رو گیردم به لبه پشت بوم، خیلی میبوده دقیقا. بعد من مجبورم نفسم نکشم تو از زیر پامون، این گاردی داشتن دنبال یه تعداد از این بچه های انقلابی میکردن. خلاصه رفتیم و دیگه ما اومدیم مثلا دو تا مسجد بودش تو خیابون گرگان رفتیم، گفتم اونجا مثلا بچه ها سنگربندی کردن، ماشینا رو گذاشتن خیابون رو بستن اونجا، اصلا اینا احتیاج دارن که دیگه آماده باشن. نمیدونم یعنی شانس ها که آدم خواهد مثلا یه جور روی هم خستگیش به مواسب و زایه بشه، شانس هم چون هر که بچه رفت سمت یه نفر، مثلا منم که داشتم میرسم گفتم ببخشین آقا من این اسلحه ها رو بعد من به کی بدم، یا برگشت و همون موتور سوار است. فقط اینجا به جای کلافاسکت و اینا یه دونه چپیه سرش بود مثلا که یه طور بسید، فقط چشاش بیرون بود دیگه، اینطوری مثلا که شناسایی هم نشه. شما چجوری فهمیدی؟ از چشاش دیگه، اینقدر پس ذهنتون مونده بود؟ خب بعد یه لحظه همچه خندش هم گرفت، باز سری روش کرد اون رو گفت بفرمید. گفتم من یه سری اسلحه بودیم با بچه ها، بچه ها دارن تمرین، منم برم اونجا چیز که اسلحه ها رو دیگه اصلا پته پته میکردم. بعد این گفت نه بدین خودم میگیرم. آه این اسلحه ها رو بهش دادم، بعد اولم دوتا جلسه ها رو بهش دادم، بعد اصلا یکیش خشابش خالی بود، یکی اصلا خشاب نداشت دیگه، وقتی یه جلسه ها اینطور بود چون ببین برنو چی بود. بعد یه دفعه برگشت گفتش که چیزه سرش های شوکت تکون دادن، گفت من وقتی بهتون میگم بهت خالی بازی کنیم بهتون بر میخوره، خب اینو من به چه درد میخوره؟ منم یه پوزخند بدی به ایست دادم، گفت الان حالش میگم الان تیرا رو که دارم ببینه اصلا دیگه حسابی زایف. و بعد اینطوری پشتم که نظیر چادر هی پیچیدم این بعد باورت میشه من چه بعد هم گفت من چشم داشت هدفه در میاد، وقتی هی میدم تو هی میپیچی هی قطار فشن داره ازت میاد دیدم، یعنی هی اینطوری چرخ دادن اینا رو دردم بودن بیای اینم این همه فشن بودن. بعد اونجا من چه محکم کوبی تو پیشونیش، بعد گفت فشنگ دوشگار آورده بوده جلده. بعد من که نیفهمدم دوشگار چیه جلده چیه، بعد گفتم که تیر تیره دیگه، بعد گفت آره تیر تیره. بعد این یه دونه از این فشنگا رو در بود، ببین مثل خودکار شما رو گره، بعد مثلا خشاب جلسه اینقدر بود، این تیره اینقدر از جلسه زده بود از خشاب بیرون. بعد گفت این که نمیشه که بذارم تو این اسلحه بزنم. حالا تیراندازی هم شدید شروع شد، ما توی سنگری جلوی در مسجد بودیم. بعد گفت خب من اینو چه کار کنم، بگیرم با دستم پرت کنم؟ من یهو یاد این چون خودم عاشق این آیه قرآن و مرمی تو اینا هستم، شروع کردم اونجا براش قرآن خوندم، گفتم بعد خدا من تو قرآن میگه که شما این تیر رو پرت کنیم ما این رو خودمون هدایتش میکنیم به قرآن بدوش. من تو همین زمان یه دفعه تیراندازی به سمت ما شدید شد و چادر منو گرفت، منو پر کرد زمین. من گرمی و داغی اون فشنگی رو که بغل صورتم داشت رد می‌شد و حس کردم. و
بعد خودش نشست. خب بعد یه ذره بربر منو نگاه کرد، بعد برگشت گفت اینا داره ما رو میکشه، این داره بر من قرآن میخونه. با دست بعد با خدا هدایت کنه. خب خانم من اینو اعتراض دارم، ولی نه با دستم که بندازم. بعد گفتم چیه، به دردتون نمیخوره ببرم؟ بعد دید که من فکر شدم، گفت نه بذاریم باشه، همه اینا لازمه، بالاخره یه روز به درد میکنه، شما برین مثلا به کارهای دیگه برسین. گفتم مثلا چیکار برم چیکار کنم؟ خندید، گفت برید پانسمان کنید، پرستاری کنید، این کارا رو بکنید. گفتم که کجا برم؟ بعد گفتش که مثلا اینکه آدرسی داشت میداد، گفت مثلا برید اونجا. بعد که من اومدم میرم، گفت اونجا چند تا عروسک هم میتونی خالوازی هم تیکش هم انداخت. من اونجا من دیگه باور کنید وقتی داشتم میامدم دیگه دلم نمیخواست بیام. ناخودآگاه همش با این که مثلا میگم هی من دعوام کرد و هی مثلا چیز بود یا بهم میگه برو خانه بازی کن، ولی دیگه دلم نمیخواست مثلا بذارمش اونجا و برگردم. یه جوری میترسیدم چون که برگردم و دیگه این آدم نباشه. لطف خدا انقدر پیروز شد، مدارس باز شد، ما برگشتیم مدرسه. من همون زمانایی که سپاه هم دیگه شکل گرفت، هم تو سپاه بودیم هم تو مدرسه بودیم، چه میدونم شورای مدرسه انجمن بود، حالا هنوز بسیج جون نگرفته بود، شکل نگرفته بود. هر وقت وقتی پیدا می‌کردم، چون واقعا وقت‌ها پر بود که 12 1 شب مثلا بعضی وقت‌ها تازه ما می‌شستیم شام می‌خوردیم، ولی هر وقت که مثلا دیگه می‌شستم وقتی بود برای نشستن، این آدم پر رای میشد تو ذهنم و فکر میکردم که ممکن نیست ببینمش، اصلا به ذهنم هم خطور نمیکرد. تا اینکه تو اردیبهشت بود، من کلاس زبانم میرفتم، کلاس زبانمون قرار بود امتحانش پایان ترمش رو زودتر بگیرن که با امتحانای مثلا حالا سال تحصیلمون اینا یه روز نباشه، مثلا همزمان نباشه، چون سر کار و این بر اون بر، به خاطر همین گفتم مثلا یه طوری باشه که امتحانا زودتر تموم بشه. اون روز سپاه بند جلسه داشتیم، من اومدم بوده بوده مدرسم یه سر زدم برگشتم خونه که کتابمو بردارم برم برای امتحان. اومدم خونه هیچکی نبود دیگه، همزمان وسایلم ازشان لباسم عوض کردم که برم، یهو تلفن زنگ زد و با این خانم همسایه‌مون کار داشتم. خودم هنوز موندم که چرا در نزده من رفتم تو خونه اینا. اصلا وقتی رفتم تو حیات همه چی یادم رفت، چون دیدم همون آقایی که من اون موقع بهش موندم آقا بدخلاقه نشسته رو پله و داره سیگار میکشه. اصلا یادم رفت که من چی کار داشتم برای چی. بعد این آدم اینقدر به ما نزدیک، چون تا رفتم فهمیدم کیه، ولی باشته دونم و فقط همتی بربر نگاهش میکردم. من چه سری سیگار شدم، حتی یادم خاموش کرد اونجا پاشد رفت تو. و اون خانم همسایه‌مون اومد و بعد منو شروع کرد صدا کردم، ولی من هنوز به اونجایی که من چه نشست به اون دو تا پله که نشسته بود نگاه میکردم. اومد و گفتش که پیش چی کار داشتی؟ من تازه از صداش به خودم اومدم، گفتم که تلفن با شما کار داره. گفت تلفن، گفتم تلفن کار داره. بعد کلید رو در بردم بهش دادم، حالا میلرزیدم و یعنی هم دست و پام و اینا که میلرزید، صدا من میلرزید. بعد کلیدم بهش دادم، گفتم من امتحان دارم، زبان امتحان دارم، دیرم هم شده، شما در رو ببندین، من بعدا میام امتحانم دادم میام ازتون کلید میگیرم. با این هاچکاره اومدیم بیرون تو مثلا کوچه که من برم. بعد همین که اومد بیرون که به سمت خونه ما برگشت، گفتش که میخوای دیده شده بگم منچه برسوندت. خب من اینجا دیگه شناختم که اون منچه پسر همسایه‌مونه که من اصلا ندیده بودمش. خب ببینید وقتی ایشون برگشت بره، من اصلا قند تو دلم بود دیگه، من که خدا بود که بیاد مثلا بالاخره ببینمش. منچه خیلی عادی اومد، حداقل ظاهرش که خیلی، من میگفتم که خوش باش اصلا این گاه نگو، ولی من اصلا پاها میلرزید. نمیدونه تو موقع آقای مدر چند سالشون بود؟ 22 سال 23 سال یعنی 7 سال از شما بزرگتر. بعد من چه اومد رفت نشست تو ماشین و منتظر بود که من سوارشم منو برسونه. منم امتحانم دیر شده و یک دقیقه بود وایساده بودم، چون نمیدونستم کجای ماشین با داشتم. میگفتم اگه برم بشینم عقب
خب یه جورایی حکم اینه که مثلا ایشون مسافر، مثلا من مسافرشم، اگه برم بشم جلو، خب اعتقاداتمون، فکرمون، اصلا هیچ جوری نمیدونستم باید چه کار کنم. همش بودم خدای من باید چه کار کنم. خب و بعد من چه خودش دلا شد، در ماشین و عقب و پشت خودشم نه، اون طرف رو باز کرد، یعنی جایگاه من رو مشخص کرد که من از کجا برم سوار شم و کجا بشینم. اون تردید منو برای سوار شدن متوجهش یه ذره که رفت، یه دفعه همطورم که سعی میکنم مثلا جلو نگاه کنی یا این برم بر رو برگشت کن، اصلا فکر نمیکردم ببینم اتونو. من خب تاییدم همچون کلی هم خوشحال بودم، یه پس اینم به من فکر میکرده. بعد خندم بودم چطور؟ خب گفتم تو این درگیری و شلوغی ها حتما زیر دست و پا له شده، خب اینم یه تو شهادته. بازم ریزه پیزه بودن من دقیقاً. و بعد چیزه، یعنی من همچنین خود تو ذوق هم اینطوری شد، گفتم یه ببخشینا یه حالی ازش بگیرم. گفتم نه، من که سعادت نداشتم شهید شم، ولی از شما برای... نداشتید اصلا بهش گفتم من سعادت ندارم، ولی به اون گفتم از برای شما هم لیاقت شهادت نداشت. هنوز دلم میسوزه وقتی این حرف رو میزنم. ببینیم ما میخواستیم ببینیم ما اولین حرفمون، مثلا اولین برخورد، اولین حرف که میخواد قرار از احساس حرف بزنیم، ما حرفمون این بود، با شهادت شروع شد. گفتم بهش شما از قرار شما هم لیاقت شهادت نداشتیم. من چه زد رو ترمز وسط خیابون، و بعدش که من بهش گفتم وسط خیابون وایستادین، ماشین رو بود کنار پارک کرد و همطوری که نشست و پشتش به من بود گفت هرگز هرگز رو شهادت من شک نکن، منتها من یه شهادت راحت نمیخوام، یعنی یه شهادت که یه تیر بخوره اینجا هم یا یه تیر بخوره اینجا، و من در جا شهید شم. من اینقدر عاشق خدا هستم که دلم میخواد بابت این عشق جونمو ذره ذره مایه بسه. همون موقع عین همین حرف بزن. و بعد وقتی من چه داشت همینطوری هی توضیح میداد از شهادتش و قول و قراری که با خدا بسته بود، من ناخودآگاه گریه میکردم، اشکم میریخ، اصلا نمیتونستم جلو اشکمو بگیرم. و پیش خودم ببینیم ما هنوز حرفی بینمون نبود، و من فکر میکردم که اون لحظه اردیبهشت 58، فکر میکردم اگر یه روزی منو چه نباشه من باید چه کار کنم.